خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر، خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس بخش خبری جیهان آرا. یه گزارشی همه ساله توی امریکا منتشر میشه در خصوص قاچاق انسان و یا پیشخدمت‌های جنسی در سراسر دنیا. اصولاً از قبرس شمالی به دلیل اینکه اینجا رو به رسمیت نمیشناسن خبری نمیاد، اما امسال برخلاف رویه هر ساله از قبرس شمالی نام برده شده. قبرس جنوبی هم توی این لیست جایگاهش یک پله سقوط کرده. تو این گزارش اومده که در قبرس شمالی حدوداً 617 زن در 28 کلوب شبانه فعالیت میکنن. از این افراد به عنوان رقصنده میله نام برده میشه که عملاً به دلیل ممنوع بودن تنفروشی در اینجاست، ولی در حقیقت این زنها مشغول ارائه خدمات جنسی هستند و اصولاً بعد از اتمام قراردادشون یا از کشور دیپورت میشن و یا به صورت غیرقانونی از کشور خارج میشن. اصولاً دختران افریقایی تباری که به عنوان دانشجو به اینجا میان ولی هیچ وقت رنگ دانشگاه رو نمیبینن. ستاد مبارزه با قاچاق و حقوق پناهندگان قبرس شمالی در یک برنامه تلویزیونی ضمن اعلام این موضوع که برخی از سیاسیون کشور از این اتفاقات حمایت میکنن و گاهن خودشون هم به این مراکز میرن، خواستار برخورد جدی با این رفتار شده. اصولا این مراکز توسط افرادی خاص تأسیس و اداره میشه. اما موضوع دیگه‌ای که خیلی مهمه شروع نسل جدید کلاهبرداری ایرانی‌ها تو قبرسه. یه شخصی با یه شماره ناشناس پیام میده که مثلا من فلانی هستم. عکس پروفایل اون بنده خدا رو هم برای خودش گذاشته و میگه که این شماره جدید منه. با زنگ زدن به دوستانی که کار انتقال پول انجام میدن شروع کرده تا رسیده به پول دستی گرفتن. خیلی بده این رفتار، چون اعتماد از بین میره و اگه واقعا کسی یه جایی گیر کرده باشه دیگه آدم باور نمیکنه. به هر حال که اگر برای شما همین اتفاق افتاد بهش بگید که به هم زنگ بزن تا تلفنی مطمئن بشید که ایشون همون دوست عزیز شما هستند. جلسه تعیین حقوق دستمزد هم امروز کنسل شد و افتاد به هفته دیگه. احتمالا این ماه همون حقوق ماه قبل پرداخت بشه. خیلی ها میگفتن که این تأخیرها واسه اینه که یه ماه دیرتر حقوق رو افزایش بدن. خلاصه که حرف و حدیث زیاده، باید ببینیم تو هفته آینده رئیس رؤسا چه میکنند. و خبر خوب امروز این که بنزین دوباره ارزون شد. بنزین بدون سرب اکتان 95 21 و 29، اکتان 98 21 و 59 و گازوئیل 23 و 86. اونال استل گفته قراره از این ماه 20% از حقوق کارمندان دولت که بیشتر از 15,000 لیر حقوق میگیرن کم بشه. توجیه ایشون هم این بوده که لطفاً تحمل کنید. یه فروشگاهی هم تو لفکوشا امروز عصر افتتاح میشه که مدیرانش ادعا کردن ارزون ترین فروشگاه جزیره است. اگر کسی فرصت کرد بره به ما هم خبر بده که ما هم به دوستان خبر بدیم. دمای هوا برای فردا: ماگوسا و اسکله 25 تا 34 درجه، گیرنه 24 تا 35 درجه، لیماسول 25 تا 34، نیکوزیا 24 تا 37، پافوس 26 تا 31، لفکه 24 تا 34 و کارپاز 27 تا 31 درجه سانتیگراد خواهد بود. و حرف آخر این که یه ترس روانی هست که نمیدونم واقعا اسم علمیش چی میشه، اما ترس از خوشحالی من بهش میگم. شک کردن و ترسیدن از اتفاقات خوب، این که همش فکر کنی یه کاسه ای زیر نیم کاسه است و الانه که خوشبختی وارونه بشه. یه مقدارش برمیگرده به فرهنگ ما که میگه پشت هر خنده گریه است و از اینجور حرفا. میخوام بگم بیخیال، درسته شادی واسه ما ایرانی ها مثل یک گنج کمیاب بوده، درسته که بیگانه با شادی بار اومدیم، اما باور کن شادی تنها انتقامیه که میشه از این زندگی نکبتی که برامون ساختن بگیریم. رها، آزاد، بی دغدغه و البته بی نقاب و بی حجاب. آخر هفتتون پر از اتفاقات خوب، دلتون شاد، لبتون خندون.